خدا مراقب خودت باش. جلو توپ و تانک نرو. سریق خانم گناه داره، ناراحت میشه. سلام. سلام علیکم. خانم صورت زخمیه. چشمتون درد. ببخشید آقا، اینجا یتیم خونه است. بله. میخوام این بچه‌مو بسپرم به شما. اگه گریه کرد یکم لاله گوشش رو نوازش کنیم ساکت میشه. جبهه. ای قدرت بی معرفت، ایشون یه هفته مهمون ماست، مادرش میاد دنبالش، بهش میگی مهمون. راست میگه بابا جان، همون مهمون خوبه. مهمون خونه است دیگه، پرورشگاه نیست که. من بچه های زیادی رو بزرگ کردم اما به هیچ کدوم حس واقعی مادری رو پیدا نکردم تا اون بچه ای که قدرت به امانت برام آورد. گفتین شما به امانت تحویلش گرفتین؟ بله، من گرفتمش. البته همونطور که عرض کردم با مسئولیت بنده. چه مسئولیتی؟ یعنی چی با مسئولیت بنده؟ یعنی اگه عواقبی داشته باشه من خودم به عهده میگیرم. چه عواقبی؟ آفرین. چه زن زرنگی هستی؟ پس میخوایی تشویقی شوهرت هم برای خودت برداری، نه؟ تشویقی؟ بله دیگه، تشویقی دیگه. عواقب یه همچین کاری واقعا یک تشویقی حسابی میخواد، چون نشون میده من چه مربی فهیمی دارم. با اینکه میدونه خلاف مقرراته ولی خب حس انسان دوستیشو زیر پا نمیذاره و بچه‌ای که در خطره به امانت میگیره، ولو به قیمت سرزنش و تنبیه مدیرش. منو مدلک گفت یا تشویق کرد. خب پس بی زحمت عواقبشو بدید به همون شوهر. با کمال میل. شما 20% به حقوق این ماهتون اضافه میشه آقای جعفرپور. دست شما درد نکنه، فقط اگه اشکال نداره به جای 20% یه هفته به من مرخصی بدی من برم بیام. نه دیگه، چون شما تنها مرد شیفته یه که من هستید، واقعا اگه تشریف ببرید بنده جایگزین ندارم. دست شما درد نکنه. تا تو بچه رو برمیداری من یه تخت از پایین باید بیارم، چون بالا تخت نداری. نیازی به تخت نیست، بچه اینجا نمیمونه. چی؟ چرا؟ کجا میره؟ میفرستیمش بهزیستی، تکلیفش اونجا روشن بشه. تکلیفش مشخصه، مادرش یه هفته دیگه میاد میبرتش. مادرش هم بره همون بهزیستی دنبالش. خانم شما که هستین توی نداره، مگه ما دیوونه این مادر بنده خدا رو آوارش کنیم تو مراکز بهزیستی؟ برای اینکه خودمون زنم باید تکلیفش روشن بشه. اصلا کسی که بچه‌شو به امانت به دیگران میسپاره ببینیم اصلا صلاحیت مادر بودن داره یا نداره. یکمی دوباره بچه‌ش بگرده تا قدرشو بیشتر بدونه، یا اگه تونست پسش بگیره بدون دفعه بعد پاره تن خودش از خودش جدا نکنه. اصلا از شما تعجب میکنم چرا این حرفا رو میزنی. من برای شما توضیح دادم، اون زن بدبخت به ما پناه آورد. اینجا پناهگاه نیست آقای جعفرپور، ما یک پرورشگاهیم طبق قوانین، مقررات و ضوابطی که از طرف مؤسسه خیریه برامون وضع شده. توی اون قوانین به صراحت گفته میشه قبول سرپرستی کودک، نوزاد، نوباوه، نونهال از سوی پرورشگاه به صورت موقت یا چه میدونم همون امانتگونهی که شما میفرمایید مجاز نیست. طبق همین قوانین گفته میشه ما حق نداریم بیشتر از ظرفیتمون به کودکی اینجا اسکان بدیم. خانمتون هم که گفتن تخت خالی نداریم، پس ظرفیت اینجا تکمیله. اصلا ما تخت نمیخوایم، این بچه یه هفته مهمون ماست رو زمین میخوابه. شما بفرمایید یک روز. در قوانینی که برای من مدیر وضع شده هیچ تبصره‌ای مبنی بر پذیرش بچه مهمان حتی برای یک ساعت وجود نداره. شما اگر شما تفسره میخواین
من به مؤسسه زنگ میزنم، تبصرش رو جور میکنم، اجازهش رو میگیرم این بچه یه هفته اینجا بمونه. یه جوری میفرمایید رضایت مؤسسه که انگار هر روز با آقای سرلک میشینید فالوده میل میکنید. نه شما داری فالوده میخوری. نه خانم، من آقای سرلک رو نه زب کن بابا. من آقای سرلک رو مثل شما تا حالا تو زندگیم ندیدم. ولی میشه تلفن زد؟ بله قطعا همینطوره. جناب آقای سرلک سرشون شلوغتر از این حرفاست که بخوان برای دیدن شما وقت بذارن. بنده هم که به عنوان مدیر مجبورم هر ماه در جلسه مدیران مسئول شرکت کنم، با معاون ایشون پشت یه میز میشینم. خسته نباشین، واقعا خسته نباشین، دستتونم درد نکنه. اول من نمیفهمم که شما چرا عصبانی میشین. ما باید یه راهکار پیدا کنیم، مؤسسه رو توجیه کنیم. این بنده خدا بچه‌شو سپرده دست من، توجیهشون کنیم که این یه هفته اینجا بمونه. همین جناب آقای مربی، جناب آقای جعفرپور، فکر میکنم واقف هستید که من بار دارم و عصبانیت برای من و بچه‌ام خوب نیست. پس لطفاً چونه نزنید. خانم مدیر، من اهل چونه زدن نیستم. باید توی این مدت منو شناخته باشی. اما اهل اینم نیستم که زیر قولم بزنم. من به مادرمون بچه قول دادم و این بچه اینجا باید بمونه و خودم هم ازش مراقبت میکنم. این بچه همین امروز میره بهزیستی. شما هم اگر مقاومت کنید مجبورید از اینجا برید. خانم جاوید، خواهش میکنم ازتون. بیا اینجا. برای چی خواهش میکنی؟ ببخشید، مگه شما منو استخدام کردین؟ بس کن دیگه. صبر کن. مگه شما منو استخدام کردین؟ مثل که شما یادتون رفته. زیر برگه استخدام همه ما مهر امضا یک آدم نامری به نام آقای سرلکه. از نظر من شما اینجا فقط لولو سرخرمنی نمین. بیادبم. آره من بیادبم، راست میگه همسرم، راست میگه، من بیادبم. از شما حلالیت میخوام برای اینکه اصلا خاطرتون جمع بشه. دیشب من پشت سرتون یه عالمه حرفای بد زدم بابت بابت اونم میخوام حلالیت بگیرم. خانم جاید، من ازتون عذرخواهی. چرا عذرخواهی میکنی؟ من همه عواقبشو خودم تنهایی به عهده میگیرم. نه اتفاقا حلالتون میکنم، اتفاقا حلالتون میکنم آقای جعفرپور، چون وقتی حکم اخراجتون از دست آقای سرلک گرفتم اصلا دلم نمیخواد عذاب وجدان داشته باشم. اصلا عذاب وجدان نداشته باشین. شماره سازمانو میگیرین، داخلش 28. برزم، اگر اصرار خانمتون نبود من با تمام درخواستای مرخصی که خواسته بودین موافقت میکردم، چون به هیچ وجه دلم نمیخواد شماره اینجا ببینم. بفرمایید. به سلامت. تو بهشون گفتی به هم مرخصی ندن؟ بیمعرفه، ما با هم قول و قرار رو مردونه گذاشتیم. برو بیرون قدرت، برو، خیلی از دست عصبانی هم عصبانی؟ حالا مونده عصبانی هم ببین بیا بریم خوشگل. بیا عزیزم، بیا بریم. همون جاید من ازتون خواهش کردم تو رو خدا زود تصمیم بگیم. خانم اقدسیان، اجازه بدید من کارمو بکنم. لطفا به مسئولیت بنده هیچ دخالت نداشته باشید. یه گوشواستی از گوش آویزونت میکنم. داشتم کار میکردم. دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو. من میدونم چه کار دارم میکنم. من ازتون خواهش میکنم. چه خواهشی؟ با این همه بی... آقا کریم. بله. شما اونجا چه غلطی میکنی؟ درو ببند. چشم. بده برم شیرش بدم، گناه داره طفل معصوم گوش نشه. بده من شیشه شیرشو بیارم همونجا خودم بشه شیر. چونه ماما؟ نه ترس، نمیبرم واسه جای ببرم، اون فعلا نمیتونه کار کنه. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم دوباره با جاید ساخت و پاک نکنه؟ این بچه برای من چه فرقی داره با این بچه ها؟ من دیوونه هم بدم دست این آوارش کنه؟ قدرت جان، من اگه ساخت و پاک میکنم میخوام تو رو نگه دارم واسه خودم. معقول؟ سلام. چی شد سلام؟ هم مؤسسه گفتن نگهش داریم؟ والا میگه باید سرلک تصمیم بگیره. تو چی؟ خرجت کرده؟ نه، سرلک باید تصمیم بگیره، بعد نتیجه شو به اون بگه.
جونه جونه بده من گلشش بچه قدرت خان یادمه من که بد ندادم میگی یادمه خودت برداشتی زرنگ بازی در میاری بالاخره یادم دیگران نباشه ایشالا نگهش میداره نگران صدیقم بابا محمد برم میخوا بری خواهد شما که میدونی من عاشق اینجا عاشق این بچه هم عاشق شما منم ولی میدونم اون بر احتیاج دارن به لازم هم دارن کمک میخوان گیر کردم بابا جان گیر کردم پسرتون داره صداتون میکنه بابا چرا نگرش نمیدونی شبا پیش خودتون بخوابه اگه اونجا تو خوابگاه تمرکزش بوده از زیادتره بله دیگه دانشگاه شریف باید تمرکز داشته باشه خانم اقدسیان آقای جعفرپور بله تشریف بیارید اتاق مدیریت باشه جناب آقای سرلک تکلیف شما و این بچه رو مشخص کردن چی گفتن؟ بچه اینجا میمونه البته فعلا قدرت چی؟ خیر ایشون باید تشریف ببرن خوشبختانه اخراج شدن؟ تعلیق شدن تا زمان نامعلوم و بررسی مجدد صلاحیتشون جلسه بررسی صلاحیتشون هم ماه آینده توسط بنده و معاون جناب آقای سرلک برگزار میشه البته بهتون توصیه میکنم جناب آقای جعفرپور هیچ امیدی به موندن نداشته باشید چون بنده تمام تلاشم رو برای اخراجتون خواهم کرد پس سنگین ترید که همین امروز وسایلتون رو جمع کنید از اینجا تشریف ببرید چشم دست شما درد نکنه خدا سایه شما رو بچه‌تون نگه داره خیلی ممنون خیلی لطف کردین چو عقل کردین تعلیق که اخراج نیست بده من یادمه باز کن احمد بابا شونه کریم جان کریم ما چا بده نوکرتم فرات شم آقا کریم بله شما باز اینجایید؟ دارم کار میکنم قیمه کشم شوهرتون خوشحال شدن؟ واقعا متاسفم براتون متاسفم که همچین کسی رو به عنوان همسر انتخاب کردید اونقدر بیمسئولیتن که انگار نه انگار شغلشون از دست دادن چیزی که میخواستن شد ایشون از خداشون بود شغلشون از دست بدن بفرمایید بیرون بفرمایید درم ببندید دیوونن اینا دیوونن دیوونم خودتی داری دبه میکنی خانم داری دبه میکنی دبه نمیکنم میگم شاید اصلا تو جلسه مؤسسه اخراج نشدی بهت گفتم برگرد سر کارت موقع چی کار کنی؟ اصلا گوش نمیدی چی گفته؟ گفت یک ماه دیگه جلسه برگزار میشه تو یک ماه میخوای بین زمین و آسمون من رو معلق نگه داری؟ برای چی معلق؟ برو تو خونه قشنگ لم بده جلو کولر آقای خودت باش کولر رو خرابه چه میدونم جلو پنکه تو اصلا به خاطر مهمونی که آوردی نمیتونی بری چه ربطی داره صدیق این بنده خدا چه گناهی داره این بنده خدا گناهی نداره ما که مادرشو ندیدیم تو دیدی بیا دنبالش ما کجا بدونیم مادرشه
شاید که از طرف باباش اومد عقبش خواست ببره معاملش کنه. ما چیکار کنیم؟ باباش از کجا میدونه من رفتم؟ یه چیزی بگو که آخه بشه. ها؟ باباشم. شاید خواست یه تیری تو تاریکی بندازه. راست میگم دیگه، یه تیری تو تاریکی بندازه تو نباشی صاف میخوره به هدف. مادرش یه زخم بالای لبش داشت، یه کبودی هم رو گونه چپش، به همین راحتی. این نشد نشونه، چون که یه هفته دیگه است جای زخمی اونه رو صورتش. راست میگی. بهش بگو بچه چجوری میخنده. تو بگو چجوری میخنده. اینقدر بهونه نیار، بچه رو بگیر. میخوای بری؟ بگیر. یادته میدونم. صدیقه خوب منو نگاه کن، خوبم بشنو. وقتی دریای عشق به جوش میاد و مثل سیل میره و میره، اگه مردم باشه زندت میکنه، اگه قلبت از سنگ آهانم باشه از برگ گل نازکترت میکنه. عشق تموم قبار نشستی سالیان دراز رو از دلت میرو بفن، کویر روح تو عین بارون بهاری جلا میده. من شاهد این جوش خروشم، از خدا میسپرم به امواج عظیم این دریای پرتلاتو. بذار منو تو خودش گم کنه. من باید برم سدی، میدونم که باید برم. سلام صدیق خانوم. سلام هاجر خانوم. کجا تشریف میبری؟ من دارم میرم. میری گاز بگیری؟ کیو گاز بگیرم؟ اون گاز که نه، این گاز. آره میخوام برم کپسولمونو پر گاز کنم. بعد چه خانومی، میتونی کپسول بلند کنی؟ بله که میتونم، یعنی باید بتونم، چون شوهرم نیست، رفته جبهه. تازه کجاشو دیدی؟ چک چک شیر آشپزخونه رو خودم درست میکنم، پوشالای کولرم خودم عوض میکنم، لامپ سوخته راهرو رو خودم عوض میکنم. صبونم هم خودم میخورم تنها، چون شوهرم نیست، رفته جبهه. سر کار، مهمونی، خونه، همه رو خودم میرم، تنهای تنها. وقتی میره خیلی دلم براش تنگ میشه، هر شوخیاش، خودبازیاش، کل شقیاش. مهمون کوچولو آوردنش، وقتی میره خیلی تنها میشم، میونه یه لشکر آدم. بین یه لشکر آدم هم میشه تنها بود، اگه اونی که میخوای کنارت نباشه. که من میگردم آقاتون؟ کی برمیگردن آقامون؟ دست من که نیست، اگه خدا بخواد دو سفت. قسم اگه بگی نرو نمیرم، نمیرم، ولی دلم اونجاست.
حالا بگو برم یا نرم. جواب میخوام. خدا باشه. صدیقه خانم جانم رفت که بره. آره رفت که بره. قدرت همون روز رفت با دلی که سخت تونست رازیش کنه تا از من بگذره. رفت دنبال وظیفش و بازم نوبت عشقش رو عقب انداخت. میگفت عاشقی حواس جمع میخواد صدیقه، اما من عاشقیم که حواسش جمع نیست. غیرتش حسودی میشم، شایدم اصلا همین منو عاشقش کرده بود. دوست داشتم پیشم بمونه، اما غیرتشم دوست داشتم. بهش افتخار میکردم. زودی دلم براش تنگ شد، زودتر از اونی که سوار ماشین بشه. روزایی بعد فهمیدم قدرت یه راست نرفته راه آهن. قبلش رفته بود خونه تا وظایف مردونش رو انجام بده. بعد قدرت زنگ زد. راست میگه، چهار روز دیگه. الهی فدات شم قدرت. قدرت صدا بچه هست. آره جان 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 بگو. الو بگو قدرت جان. گفت اوضاع امنه و چهار روز دیگه برمیگرده. قدرت نمیشه زودتر بگیم. یعنی همون روز که قرار بود مامان مهمون کوچولومونم بیاد دنبالش. قدرت
باشه باشه باشه، تو هم مراقب خودت باش. منم همینطور. خداحافظ قدرت جان. نخوره پسرم، سرما نخوره پسرم. برمان بوده میاد. چهار روز به اندازه چهار هفته گذشت، اما بالاخره روز موعود رسید، روز وصل من و مهمون کوچولو به عزیزامون. ذوقم نتونستم گوش به زنگ منتظر بمونم. سر کوچه رو میدیدم. پس چرا نیومدم قدرتش؟ ها؟ اشکال نداره، ما انقدر منتظرش میشینیم تا بیاد هم قدرت. مامان پسرم هم بیاد، مامانشو ببینه و هم بازی کنه. عموش بیاد، عموش بیاد، صدای کفش پاش بیاد. میخوای ببینی؟ آره پسرم میخواد ببینه هم قدرتش بیاد، مامانش بیاد، هم قدرت بیاد دیگه. زودتر دلمون تنگ شده برا. اون روز قدرت نیومد، مامان مهمونمونم نیومد. فردا شیفتم بود و نمیتونستم کل روز روی سکوی دم در بشینم. پس از حیات انتظارم رو ادامه دادم. یکی رو بزن، یکی رو نزن، با چشمای دسته بزن. دختره اینجا نشسته. سلام صدقه خانم. سلام محمد آقا، خوبی؟ ممنونم. منتظر آقا قدرتی؟ بله، بفرمایید. شما خبر تازه‌ای نشده ازشون؟ نه. ای بابا، با اجازتون.
هنوزم قدرت نیومد، مامان مهمونم نیومد. بابا جان سلام علیکم. سلام. چرا زود اومدی بابا جان؟ مگه دانشگاه نداشتی؟ نه بابا جان، ما استاد نداشتیم. خب بیا تو، بیا تو. روزای بد دلشوره اومد. بافتنی دست گرفتم تا کمتر بیقراری کنم، اما دلشوره نرفت چون قدرت نیومد. مامان مهمونم نیومد. صدیقه چی کار میکنی تو؟ شال گردن میبافم وسط تابستون. حالا واسه کی میبافی؟ مال قدرتم. نیستم، میخوام بدونم کجا کجاست. پس به من گفت من تو پادگان میمونم، همونجا از همونجا برمیگرد. کجا خط؟ کی برمیگردن؟ چند روز رفتن؟ آقا تو رو خود آقا گرفتاری که گرفتاری، ما هم اینجا چشم انتظاریم. الو الو ستیقه خانم، خبر خوب برات دارم. چیه بابا جان؟ از قدرت خبری شده؟ خودت ببین. چند روز بعد یه خبر اومد، خبر یه قطعنامه شماره دار که میگفت جنگ تموم شد و مرداتون برمیگردن. انشالله قدرت هم میاد. جنگ یک ماه بعدم طول کشید تا بالاخره تموم شد و مردمون برگشتن. اما مرد من برنگشت. پس مامان مهمون کو؟ نکنه باباش بلایی سر مادرش آورده باشه؟ نکنه جنگ بلایی سر قدرت هم آورده باشه؟ از منتظرها چشم از در برداشتن،
اما من و مهمون هنوز منتظر رفته همون بودیم. شدن انتظارمون کم کم مشام مهمون به بوی من عادت کرد، آغوش من به حضور اون عادت کرد. انتظار عادتمون داد به هم و جدا کردن ما از هم کار سختی بود، کار سختی که خانم جاهد میخواست هر طور شده انجامش بده، چون هنوز حضور مهمون غیر قانونی بود. برای همین خیلی تلاش کرد مدیریت مؤسسه راضی بشه مهمون رو بفرستن به سیستم، اما از شانسم اونا هیچ وقت به این کار رضایت نداد. تا یه روز برای خوش خدمتی و به امید گرفتن پست بالاتر با بهزیستی تماس گرفت. بله دقیقا درست میفهمید، غیر از این نیست. بله منم همینطور، منم آرزوم و امیدم همینه که این بچه های بی سرپرست به هر حال به اقوام با صلاحیت یا خانواده های متقاضی سپرده بشن تا به هر حال سر و سامان بگیرن. دقیقا همینطور همینطور. ولی در مورد پرونده این بچه‌ای که خدمتتون میگم واقعا دست و بالم بسته است، چون هیچ گزارشی ازش هیچ جایی ثبت نشده و بله واقعا درسته همینطوره. متشکرم از لطفتون. حتما من حتما خدمت شما گزارش میدم. بله بله خانم منافی قطعا کاملا همینطوره. بله خانم. اون بچه بی اسم آماده کنید، امروز از بسیستی میان دنبالش. مهمون رو میگی؟ مهمون یه روز، دو روز، نه صد روز. بله چشم. متشکرم از همکاریت. خدا نگهدار. بابا اسماعیل. جانم، جانم. بابا اسماعیل. جانم. دستم به دامنت. چی شده؟ دارم میان بچه رو بگیرن ازم. یه عمر مثل چشمای ستاره خواب